یه زمانی بود، حالا چند سال قبل، خود عزیزان بهتر میدانند، کسی دیگه اسم بچه های دخترش رو رقیه نمیگذاشت. حالا یه مقداری بعضیا بد صدا میزدن، منسوخ شده بود دیگه، توجه نمیکردن. آقایون روزخون و عرزگاهی یه روزه ای از حضرت رقیه میخوندن. خداوند تبارک و تعالی برای رونق دادن به برنامه حضرت رقیه سلام الله علیها، علیکم السلام، سلام علیکم، ببینید چه برنامه ای رو پیاده کرد. یه 4 آدم ناشی، حالا نمیخوام تعبیری در موردشون به کار ببریم، اومدن قصه حضرت رقیه رو منکر شدن، تشکیک کردن. خب همه ناراحت شدند، دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت، علاقمندان به این دختر استصاله امام حسین، همه نگران و ناراحت شدند. اما بعد فهمیدیم این برنامه الهی است، خداوند میخواسته است که نام این دختر رو بلند کنه. ماشاءالله وقتی اونا اون حرفا رو زدن، کتابا نوشتن محققین در مورد حضرت رقیه، چقدر بچه دخترها رو پدر و مادرشون رقیه گذاشتن اسمشون را، چقدر سفره انداخته شد، چقدر روزه خوانده شد، شعرها شعر گفتن، مدعان عرضم به حضورتون شعرها رو خوندند و مردم رو به فیض رسوندن. روزه خونها هر جلساتی که می رفتن هر دهه یه روزش رو اختصاص می دادن به روزه حضرت رقیه، سفره ها انداخته شد، نام حضرت رقیه به حمد الله بزرگ شد. اینا با چشم خودمون دیدیم. یه وقتی این خبرها در مورد حضرت رقیه نبود، اما 4 آدم نفهم از دشمنان و عرضم به حضورتون کسانی که فی قلوبهم مرض، اینا موجب شدند که نام حضرت رقیه بلند شود. و الحمدلله رب العالمین. خب حضرت محسن نام مقدسشون در بعضی از وقتهایی که مصیبت بی بی عالم فاطمی زهرا رو میخوندن، نام حضرت محسن هم می آوردن، اما به صورت مستقل. دهه محسنیه برنامه های عرضم به حضورتون خاص، پوسترها، بنرها، شعرها، کتابها. یه آدم نادانی اومد 4 کلمه راجع به حضرت محسن صحبت کرد، دل همه رو به درد آورد. حالا حضرت محسن یه بچه به دنیا نیامده، کتاب به این قدر براش باید نمیش، باید مراسم گرفت، دهه درست کرد، اینا رو گفت. عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. الحمدلله نام حضرت محسن بزرگ شد. چقدر ذکر و یاد این بزرگوار میشه، برچسب ها، بنر ها، پوستر ها، هیئت های به نام حضرت محسن ابن علی سلام الله علیه. الحمدلله رب العالمین.